اتفاق میفته. در آسیا هم برای اولین باره که دوربین نصب میشه و دیگه در ورزشگاه آزادی همیشه هست، البته در کشور دیگه نظیر قطر بوده، اما خب اونجا دوربین ها رو اجاره میکردن، اما اینجا دوربین نصب شده و دیگه انشالله همیشه از این دوربین استفاده خواهیم کرد. متشکریم از جناب زرقامی و دیگر عزیزانی که زحمت کشیدن تا این دوربین ویژه در ورزشگاه آزادی نصب بشه، که یکی از آخرین تکنولوژی های تصویریه که در کشورمون هم مورد استفاده قرار میگیره. در حین مسابقه حتما تصاویر بسیار زیبایی رو با کمک این دوربین تقدیم حضور شما بینندگان عزیز خواهیم کرد. بپردازیم به گزارش دیدار تیم های پرسپولیس و شهرداری. زارعی از سمت راست فرار میکنه، دریبل بلند این بازیکن، همچنان صاحب توپ مشتبه زارعی و اولین کورنر رو با استفاده از سرعتش به دست میاره برای تیم قرمزپوش پایتخت. بازی رفت این دو تیم یک یک مساوی شد که در اون مسابقه منصوری تکل پرسپولیس رو زد در دقیقه 81، اما گودرزی در دقیقه آخر وقت تلف شده دقیقه 97 بود تقریبا که گل مساوی رو زد. ببینیم روند برد های پرسپولیس ادامه پیدا میکنه یا نه. فشنگچی پشت توپ قرار گرفته تا این ضربه کورنر رو بزنه. تماسبی در مقابل دروازه، خطرناک این توپ. سامان آقا زمانی، دوباره فشنگچی، سانتر او با ارتفاع بسیار بلند میاد به درون منطقه جریمه و برگشت داده میشه. اونجا توپ در اختیار با او قرار میگیره، بازیکنی که فصل گذشته پیراهن پرسپولیس رو به تن میکرد. با او پاس قطری بلندی رو به سمت مقابل میفرسته، پاسش به مقصد میرسه، جایی که سعید دقیقی هست. موقعیت برای بازیکن شهرداری در منطقه جریمه، موقعیت برای گودرزی سریع که نمیتونه از توپ استفاده بکنه و توپ به بیرون میره. سرعت بسیار بالایی داره شهرام گودرزی. بازی از مقابل دروازه تیم پرسپولیس باید به گردش در بیاد. برای اون دسته از بینندگان عزیزی که از این لحظه با ما همراه هستن خدمتتون عرض بکنم که سپاهان 2-0 نفت تهران رو شکست داد به گل‌های یانوش و حاج صفی و بازی صنعت نفت و استیلازی هم تا دقیقه 50 0-0 مساوی هست. فردا هم دو مسابقه دیگه برگزار میشه از هفته 26 که تراکتور سازی تبریز با مس بازی میکنه، سبای قم با پاس همدان و روز یکشنبه هم بازی های این هفته بالاخره به پایان میرسه. پیکان با فولاد بازی میکنه، شاهین و ملوان مقابل هم قرار میگیرن. سپر ایدری در میانه زمین. پرسپولیس در بازی های اخیرش خوب نتیجه گرفته. بعد از تساوی مقابل راه آهن در این ورزشگاه، پرسپولیس 3 بازی پیاپی رو برد. 2 برای شاهین بوشهر رو خارج از خونه، در همین جا 3-1 فولاد رو برد و پاس رو هم خارج از خونه در اوایل این هفته شکست داد و به این ترتیب وضعیتش رو در جدول رده‌بندی خیلی بهتر کرده. پرتاب از سمت راست برای بازیکنان شهرداری تبریز، تیمی که تونست استقلال رو هم در ورزشگاه آزادی متوقف بکنه. توپ در خط دفاعی در اختیار بازیکن پرسپولیس هست. کوتاه اونجا کار میکنه نور محمدی. شکوری یه پاس خوب میندازه به پشت محوطه جریمه. فشنگچی تدارکش رو از دست میده، اما داور اعتقاد داره که خطایی اتفاق نیفتاده. یک بار دیگه فشنگچی اونجا تدارکش رو از دست میده، ولی این بار دیگه داور خطا میگیره. یه ضربه آزاد برای بازیکنان پرسپولیس. صحبت فشنگچی با آقای قهرمانی، اینم اون لحظه‌ای که برخورد اتفاق افتاد، خطایی که محمد ایران پوریان مرتکبش شد در 4 دقیقه و ضربه آزادی که یاران پرسپولیس باید بزنند. بادامکی پشت توپ قرار گرفته، ببینیم ضربه رو به چه شکل خواهد زد. بلند بروی دروازه، فرصت برای بازیکن پرسپولیس و توپی که به تیر افقی دروازه برخورد میکنه و به بیرون میره. یک بار دیگه با هم ببینیم حرکتی که زاره انجام میده. خیلی خوب ضربه سرش رو زد ولی خوششانس نبود و توپش روی تیر افقی دروازه فرود اومد و اینگونه به بیرون رفت. اولین موقعیت خطرناک برای تیم پرسپولیس ایجاد شد. حالا بازیکنان شهرداری حرکت میکنن. این طرف حرکت داداشوند بیهوده بود، توپ بیرون رفت. به نظر میرسه بازیکن شهرداری تا حدودی
تحت تاثیر جو ورزش‌ها قرار گرفتن. چیزی بوده 15000 نفر از نزدیک بازی رو می‌بینند که اصلا آمار جالبی نیست برای یک بازی که داره در تعطیلیه پایان هفته برگزار میشه. روز گذشته هم استقبال خوبی از بازی استقلال و سایپا به عمل نیومد. آقای درخشان از کنار زمین نکاتی رو میگه و بازیکن تیمش داداشوند پشت توپ قرار گرفته رها میکنه تا علی انصاریان ضربه رو بزنه. بازیکن محبوب سابق پرسپولیس بلند میفرسته به روی دروازه به کناره‌ها، البته که اونجا پوشش میده سپهر حیدری. یک حرکت از کناره‌های خط شک میگیره. بادامکی خوب کار میکنه. نوروزی امروز وظیفه سنگینی داره در غیاب چند مهره ارزشمند پرسپولیس. زاره پاس عمقی مازیار زاره که به مقصد نمیرسه. تماس میبره به سمت راست. توپ به بیرون میره. بادامکی روی توپ اثر گذاشت. باند مشکی که روی پیراهن بازیکنان میبینید به خاطر درگذشت دکتر امیر مسعود برومنده که جا داره از طرف خودم و تمامی همکارانم این زایه را تسلیت عرض بکنم. یک بار دیگه بازیکن تیم شهرداری تبریز حرکتی رو انجام میدن. توپ دقیقی نمیرسه. سپهر حیدری توپ رو قبل از او به بیرون زد و بازی از کنار زمین با این پرتاب شک میگیره دوباره. داور فرمان به ادامه کار داده. خطایی در کار نیست. یه برخورد دیگه در واقع خطا به نفع پرسپولیس به روی تییاگو خطا اتفاق افتاد. این لحظه‌ای که برخورد انجام شد گودرزی این خطا رو مرتکب شد. چهره گودرزی رو در تصویر ملاحظه فرمودید. بازیکن شیرازی تیم شهرداری تبریز در تیم مقاومت سپاسی بازی کرده. در تیم مقاومت سپاسی قبلش هم برق شیراز تیم اولش بوده. ارسال بلند ضربه سر رو در منطقه جریمه داداشوند میزنه. یک بار دیگه ارسال بلند توپ اونجا مارسیو توپ رو برمیگردونه. تماسبی میفرسته میانه میدان به باو نمیرسه. تییاگو توپش رو میگیره. باو با حرکت رو به جلوی بازیکن‌های شهرداری. پنج بازیکن میان به حمله. گودرزی رها میکنه و دقیقی اشتباه میکنه و توپ رو تقدیم میکنه به بازیکن‌های پرسپولیس. نام علیرضا محمد روی نیمکت ذخیره‌ها هست. اونجا خطا برای مجتبی زارعی اتفاق میفته. خطایی که گودرزی انجامش داد. علیرضا محمد روی نیمکت هست اما سامان آقا زمانی به عنوان مدافع راست انجام وظیفه میکنه. بازی رو بازیکنان پرسپولیس شروع میکنند. نور محمدی با پای چپ بلند میفرسته برای فشنگچی که نتونست به این توپ برسه. پر اشتباه هستن بازیکنان شهرداری در این لحظات. موقعیت برای شکوری. حالا یک موقعیت برای بازیکنان پرسپولیس در گوشه منطقه جریمه و توپی که به بیرون میره. اعلام کورنر. روی حرکتی که فشنگچی انجام داد. امیر حسین فشنگچی. یک بار دیگه ببینیم. در لحظه آخر بدین ترتیب رسول پیرزاده توپش رو به بیرون فرستاد. دومین ضربه کورنر رو بازیکنان پرسپولیس میزنند. کاتارو زیبا برای دروازه فرصت. چقدر راحت تییاگو این بخت رو از دست داد. دیگه بهتر از این نمیشد. هیچ مدافعی هم مزاحمش نبود. نگاه کنید به جاگیری میسم باو که همه چیز رو نگاه کرد بجز بازیکنی که پشت سرش بود. بازی رو حمامی از مقابل دروازه آغاز میکنه. پرتاب تو برای بازیکن شهرداری. وحید هاشمیان هم مصدومه. حمیدرضا علی عسکری هم که تیم امید رو همراهی کرد و خب به تبع او هم به این مسابقه نرسیده و خب مصدومیت رضایی در لحظه آخر باعث شد که ترکیب پرسپولیس اینجوری دگرگون بشه. البته مصدومیتش از قبل هم بود و گفته میشد زیاد جدی نیست ولی خب به این بازی نرسیده. تماسبی مدت پیران پیکان رو به تنگ کرده و با جو ورزشگاه آزادی خیلی خوب آشناست.
شکوری ضربه رو بلند میزنه در سمت مقابل، ضربه سر رو مارسیو میزنه. توپ روی هواست، بازیکنی نیست که توپ رو در اختیار بگیره. درگیری در میانه میدان ادامه داره و بالاخره تییاگو توپ رو میگیره. سپر ایدری کاپیتان پرسپولیس توپ رو به عمق میفرسته. انصاریان پوشش میده به خط دفاع، میاره به گوشه زمین و با پای چپ توپ رو محکم به بیرون میزنه. علی انصاریان 6 بازی ملی هم داره. پرتاب برای بازیکنان پرسپولیس. سپر ایدری میاد توپ رو پرتاب کنه. یاران پرسپولیس منتظر پرتاب بلند او هستند. پرتاب بلند سپر ایدری بیدارون منطقه جریمه. دفع ناقص توپ از بازیکنان شهرداری و اعلام خطا. نزدیک به خط محوطه جریمه فشنگچی خطا کرد. 10 دقیقه زمان بازی میگذره. نتیجه 0-0. به نظر میسید از دستش استفاده کرده بودن صحنه ای که دیدیم. یه ارسال بلند به با اون نمیرسه. زاره باز هم خطا، نزدیک به محوطه جریمه برای فشنگچی خطا میکنند. اون سمت خط دفاع تیم شهرداری به نظر میرسه که متزلزله، دائما دارن خطا میکنن در اون سمت. ضربه آزاد دیگه ای برای پرسپولیس به دست اومده، این بار نزدیکتر به محوطه جریمه و میتونه موقعیت خوبی باشه برای بادامکی که ضربه را با دقت بیشتری بزنه. در نمای زیبا ببینیم که شرایط چگونه است در محوطه جریمه تیم شهرداری تبریز. بادامکی حرکت میکنه، ضربه رو میزنه ولی بازیکن شهرداری توپو برمیگردونند. شکوری، بادامکی، پرتاب برای یاران پرسپولیس. دوباره بادامکی پرتاب میکنه. تعویض منطقه بازی برای مجتبی زارعی، توپ بهش نمیرسه. در این رفت و برگشت توپ در اختیار مجتبی زارعی قرار میگیره اما او نمیتونه استفاده بکنه. داداشوند آماده پرتاب میشه. اون طرف در تیم شهرداری تبریز هم حبیب گردانی حضور نداره، مدافع چپ اونها که در این مسابقه جاش رو بهنام داداشوند پر کرده. پرتاب برای تیم پرسپولیس. سپر ایدری میندازه به محوطه جریمه و ضربه رو انصاریان میزنه. دوباره موقعیت، یه برگردون به روی دروازه و کورنر دیگه برای پرسپولیس چک میگیره. با این وضعیتی که بازی داره شهرداری نباید زیاد به کسب امتیاز امیدوار باشه. اونا تا به این لحظه حتی یک حمله هم انجام ندادند در حالی که پرسپولیس بازی در اختیار داشتند. کوتا کار میکنه فشنگچی، خودش میتونه ارسال بکنه برای دروازه، عالی برای دروازه میفرسته اما همامی توپ رو در اختیار میگیره. با او یه ضربه که راحت در اختیار دروازه‌بان تیم پرسپولیس قرار میگیره، رحمان احمدی. دقیقه 15 هم حساب کار 0-0 مساوی. سامان آقا زمانی، تییاگو دوباره برای آقا زمانی. سابقه بازی کردن در داربی پایتخت رو هم داره. آقا زمانی پرتاب میکنه. درگیری در میانه میدان ادامه داره. بر سر توپ طهماسبی موفقه.
در اون سمت زمین ایران پوریان تغییر مسیر میده، میاره وسط، همچنان صاحب توپه، کسی مزاحمش نمیشه، داره خوب جلو میاد، اما پاس عمقیش جالب نیست و در اختیار رحمان احمدی قرار میگیره. با توجه به محرومیت نامشخص علیرضا حقیقی، رحمان احمدی با وجود مسئولیت کوچیکی که داشت به این بازی رسید و در واقع مجبور شدن که از او هر جوری هست استفاده بکنند. در بازی قبلی هم همین وضعیت وجود داشت. حالا موقعیت برای بازیکن شهرداری، خوب حرکت میکنه پشت منطقه جریمه، اگر قاطی نکنم بازیکن شهرداری که او در زیر توپ از دست میده. ضربه به زیر توپ از داداشوند، کاملا سراسیمه به توپ ضربه زد، پرتاب توپ برای یاران پرسپولیس. آقا زمانی، مجددن نوروزی، داداشوند با او، سفید پوشان شهرداری حرکت می کنند. دوباره برای بهنام داداشوند. بهنام بهرامن هم به علت مصدومیت این بازی رو از دست داده. نکته جالب در مورد مربیان دو تیم اینه که هر دو خب قبلا بازیکن پرسپولیس بودند و خب در تیم ملی هم کنار هم بازی کردن. یه همکاری فوق‌العاده در بازی ایران ژاپن سال 93 داشتن در انتخابی جام جهانی 94 در قطر، که در بازی مقابل ژاپن حمید درخشان یه پاس عالی داد که علی دایی هم اون رو به گل تبدیل کرد. منتها الان باید در مقابل هم قرار بگیرند. پاس کوتاه از رحمان احمدی، شکوری، مازیار زاره یه مکس میده، دوباره انتقال بازی به چپ برای شکوری، توپ فشنگچی رو به بیرون میزنن. چهره حمید درخشان رو میبینید، در دو مقطع هم مربی پرسپولیس بوده و خب مثل خیلی از پرسپولیسی دیگه دوست داره که بازم مربیگری این تیم رو به عهده داشته باشه. بازم مربی پرسپولیسی در لیگ داریم، مربیان مثل استیلی، مایلی کوهن و حتی علی پروین که به هر حال الان میتونیم بگیم مربی تیم استیلازینه. خطا بروی بهنام داداشوند، ضربه آزاد رو کارلوس ادواردو سری میزنه. در دفاع انصاریان پاس عرضی رو میده، انتقال بازی به سمت چپ زمین بازم برای داداشوند. خب اونجا بازیکن پرسپولیس توپو میگیرن، تییاگو بلند میفرسته، انصاریان تیم نفت یه گل به تیم استیلازین زده. تا دقیقه 67 ما اون مسابقه بازی 1-0 به نفع نفته. دوباره برمیان برای انصاریان، داداشوند یه حرکت خوب از مشتبه زارعی، رو به جلو حرکت میکنه، پاس عرضی رو میده، فرصت برای بازیکن پرسپولیس، بادامکی حالا ضربه رو آروم میزنه، آفساید، آفساید کاملا مشخص بود، آفساید فشنگچی. تصویر رو ببینیم، از این زاویه کاملا مشخصه که آفساید به درستی اعلام شد. تا دقیقه 72 1-0 نفت جلوه از تیم استیلازین. با او در پی توپ حرکت میکنه، توپی که هرگز بهش نمیرسه. در بازی نفت و استیلازین، تیم نفت 10 نفره داره به بازی ادامه میده، اما 1-0 از استیلازین تای جدولی جلو هست. این میتونه نتیجه خوبی باشه برای تیم شهرداری
تبریز اگر در این مسابقه اونا امتیاز بگیرند. انصاریان یک بار دیگه از کنارها حرکتی انجام میشه. داداشوند دقیقی، حرکت زیبای دقیقی، عالی کار میکنه در منطقه جریمه، اما منو این سانت یا اینکه شوت به دروازه است. به هر ترتیب توپ رو رحمان احمدی گرفت. چهره سعید دقیقی رو ملاحظه فرمودید. 9 گل در این فصل به ثمر رسونده و بهترین گلزن تیمش بوده. دوباره حرکتی از اون سمت، بادامکی تعادلش رو از دست میده و دیگه خطایی در کار نیست. مارسیو رودریگز از داور درخواست میکرد که به بازیکن پرسپولیس بادامکی کارت زرد نشون بده به خاطر شبیه سازی، اما داور چنین تصمیمی رو نگرفت. این صحنه ای که خطا اعلام نشد. مسعود حمامی دروازه‌بان سابق تیم های سپاهان، مقاومت و راه آهن، ضربه رو بلند میزنه. این دروازه‌بان 27 ساله پرتاب تو برای بازیکن شهرداری. پرتاب به وسیله داداشوند باید انجام بشه. کوتاه پرتاب میکنه به کناره زمین. دقیقی، سامان آقا زمانی، فشنگچی، حرکت در عمق نوروزی، فرار نوروزی و خروج حمامی. فرصت برای بازیکن پرسپولیس. تو یک لحظه از دست حمامی رها شد. مصدوم هم میشه و در واقع دو تا بازیکن مصدوم میشن، هم نوروزی هم حمامی، به خاطر برخوردی که حالا خواهیم دید در چه وضعیتی انجام شد. انصاریان آفساید رو پر کرده بود. اینجا توپ رو رها کردن که به حمامی برسه، ولی اون نتونست اون رو بگیره، در حالی که نوروزی به شدت در پی این توپ بود و نتونستش استفاده بکنه. بازی بدون گل باقی میمونه. بهتر از این میتونست کار بکنه در این صحنه مسعود حمامی. بله، نمای زیبای دیگه ای از محوطه جریمه ارائه میشه. یک بار دیگه جا داره که تشکر ویژه بکنیم از آقای زرقامی و همینطور معاونت فنی سازمان دکتر علی عسکری که مقدمات و ابزار لازم برای پخش زنده مسابقات فوتبال رو در این سطح آماده میکنند. دوربین اسپایدر کمی که در ورزشگاه نصب شده و استیجاری هم نیست و همیشه در ورزشگاه آزادی میتونیم شاهد استفاده از این دوربین زیبا باشیم. دوربین با نماهای زیبا. کلن در 3 نقطه از دنیا این دوربین ثابت نصب شده که یکیش در ایرانه. تکل نفت رو در بازی مقابل استیلازین مرداسی به ثمر رسونده. 1-0 نفت جلو از استیلازین. تا دقیقه 80 اون مسابقه با اون نتیجه در جریان بوده. بازی رو بازیکن تیم شهرداری از سر میگیرن. انصاریان، مارسیو، در اون سمت زمین بازیکن شهرداری وسیله با او حرکتی رو انجام میدند. توپی که در اون کناره زمین ایران پوریان بهش نمیرسه. پرتاب برای بازیکن شهرداری تبریز. اولین نفوذ ایران پوریان در کل مسابقه است تا به اینجای کار. دقیقه 24 داره این اتفاق میفته. یه موقعیت برای بازیکن شهرداری، بازم ایران پوریان، سر توپ قشنگ، حالا سانت زیبا برای دروازه. فرصت برای بازیکن شهرداری و خروج خوب رحمان احمدی که توپ رو میگیره. تصویر رو میبینیم، به موقع از دروازه بیرون اومد و توپ رو گرفت روی حرکتی که ایران پوریان انجام داد. بله، یک بار دیگه ببینیم اون صحنه ای که در منطقه جریمه شکل گرفت و خروج رحمان احمدی رو.
به هر حال مسلما بازیکنان لذت میبرن از اینکه بعداً تصاویر خودشون رو از این نماهای جالب ببینند، همونطور که بیننده تلویزیون لذت میبرن. یه بار دیگه فرصت و در اختیار حمامی توپ قرار میگیره، توپ در مقابل بادامکی بود اما بهش نرسید. نگاه کنیم در پستی داره بازی میکنه که به نظر میشه در اون راحت تره بادامکی تا پست هافک دفاعی که الان تییاگو و زاره رو دارن. چند بازی هم هست که این دو بازیکن در میان زمین کنار هم بازی میکنند. گودرزی، طهماسبی، ایرانپوریان لب خط توپ رو از دست میدن بازیکن شهرداری. بلافاصله یاران پرسپولیس از کنارها به حرکت در میان، موقع برای سانت توپ وجود داره. شکوری سانت میکنه، فرصت برای نوروزی، نتونه ضربه سر رو به توپ بزنه. کار زیبای آقا زمانی، تییاگو، مازیار زاره، بادامکی، پاس در عمق او، یک بار دیگه فرصت و ضربه خوبی رو نزد نوروزی. تو اختلاف زیادی به بیرون رفت. از این زاویه ببینیم استو پاس خوب از بادامکی و اینم ضربه نوروزی. همچنان بدون گل مساوی. ضربه بلند از حمامی، تییاگو رو تو به اثر میگذاره. آقا زمانی خطا میکنه، خطا به روی گودرزی. از شروع مسابقه با هم یه مقدار درگیری داشتند. جسه کوچیکی داره گودرزی ولی بسیار سریع و خطرناکه. در میانه میدان میسر با او مارسیو، خطاب به نفع شهرداری. این تصمیم آقای قهرمانیه. معمولا در بازیایی که برای پرسپولیس و استقلال سوت میزنه خیلی توجه روی زیاده، مخصوصا در بازی که برای پرسپولیس سوت میزنه خیلی هم به چهرهش نگاه میکنن ببینن که کدوم روزشه، آیا لبخند به لب داره یا اینکه قیافه خشمگینی داره که معمولا حالت دومه. ضربه زده میشه به روی دروازه، فرصت برای بازیکن شهرداری که توپ در اختیار این دروازه‌بان رحمان احمدی قرار میگیره. نوروزی فرار میکنه، مارسیو نمیگذاره که او از این توپ استفاده بکنه و یک کورنر برای پرسپولیس شکل میگیره. پرسپولیس روانتر از هفته های قبل داره بازی میکنه. چهارمین ضربه کورنر رو یاران پرسپولیس باید بزنند. بادامکی میره از سمت چپ توپ رو به روی دروازه بفرسته. نمایی از منطقه جریمه تیم شهرداری، بادامکی بلند، مدافعان شهرداری توپ رو دور میکنند. دقیقی میخواست فرار بکنه که این اتفاق نیفتاد. توپ تغییر مسیر میده، میاد به منطقه جریمه و بازم ضربه کورنر برای یاران تیم میزبان. پرتلاش بوده هادی نوروزی به عنوان تک مهاجم، پشت سرش هم مشتوا زاره، فشنگچی و بادامکی رو داره که تا به این لحظه اونم تلاش زیادی کردن. بادامکی سان به روی دروازه و حمامی با یه دست توپ رو ناقص رد میکنه. تحت فشار قرار گرفته شهرداری، یک بار دیگه از کناره هاست. مشتوا زارعی در اون حالت نامتعادل توپش رو سان کرد اما بیفایده بود. شکوری یه لحظه اشتباه میکنه اما میاد توپ رو دوباره میگیره. خیلی خطرناک شده اونجا وضعیت. دقیقی ببینیم بالاخره صاحب توپ میشه یا نه که نمیذارن کارش رو انجام بده. اگر یه مقدار زیرکتر بود میتونست تک به تک بشه با دروازه‌بان روی اشتباهی که ابراهیم شکوری داشت انجام میداد. این طرف زمین درگیری و خطا به نفع شهرداری. تییاگو مرتکب خطا میشه برای کارلوس ادواردو در مسافه دو بازیکن خارجی دو تیم. یه سری فنای کشتی رو هم پیاده کرد تییاگو و مانع حرکت کارلوس ادواردو شد. بازی متوقف شده. مسئولیت بازیکن‌ها جدی نیست و بازی ادامه پیدا می‌کنه. اینجا بود که درگیری شروع شد و در نهایت
داور خطا به نفع شهرداری گرفت. ضربه بلند به وسیله بهنام داداشوند در این سمت برخورد و خطا به نفع پرسپولیس. شکوری نیم ساعت از زمان بازی گذشت، هنوز دروازه ها بسته است. زاره پشت منطقه جریمه، بازی از زاره متوقف شد اما بازی ادامه داره. تییاگو یه بازیکن از تیم شهرداری روی زمین افتاده. ببینیم وضعیت به چه شکل خواهد بود. در نمایی که میبینید صندلی های خالی ورزشگاه آزادی بیشتر مشخصه. خوشبختانه مشکل جدی نبوده و میتونیم دنباله بازی رو شاهد باشیم. چهره تییاگو رو در تصویر ملاحظه فرمودید، اینم درگیری که اونجا اتفاق افتاد. شکوری فشنگچی یه پاس خوب، موقعیت برای یاران پرسپولیس در محوطه جریمه. این ضربه به امامی عالی میگیره. نوروزی تقریبا به وسط دروازه زد، اگر یه مقدار زاویه میداد تموم بود کار. موقعیت برای بازیکنان شهرداری، پاس با او یه مقدار آرومه اما دقیقه بهش میرسه. سعید دقیقی با او تهماسبی در سمت راست زمین. ایران پوریان، کارلوس ادواردو، داداشوند، ادواردو، داداشوند لب خط توپ رو جلو میبره. کاملا مشخصه که توپ از خط رد شده. یک پرتاب برای بازیکنان پرسپولیس. تصویر رو ملاحظه فرمودید، ضربه سر رو با او میزنه. یه ضربه دیگه از علیرضا نور محمدی، موقعیت برای بازیکن پرسپولیس ایجاد میشه که در نهایت ثمری نداره و تهماسبی روی توپ اثر گذاشت. صحنه قبلی رو دیدیم، یه بازیکن از پرسپولیس روی زمین افتاده و بازی متوقف شده. دوباره بازی برگشت به اون روند بازی‌های معمول لیگ ایران که بازیکنان روی زمین میافتن و بازی متوقف میشه و توپ رو بیرون میزنن و بعدش هم بازی جوانمردانه، چیزی که درصدش در لیگ ایران از همه جای دنیا بالاتر به نظر میرسه از نظر آماری. این اون صحنه ای که در منطقه جریمه شکل گرفت. بهترین موقعیت بود برای زدن گل. زیبا حرکت کرد بادامکی، پاس خیلی خوبی هم داد. نوروزی هم ضربش رو زد که همامی با عکس العملی به موقع مانع باز شدن دروازه شهرداری شد. 0-0 مساوی. این بازی از شبکه جهانی جام جهانی هم تقدیم حضور بینندگان عزیز ارجمند میشه. جا داره خدمت بینندگان عزیز خارج از کشور هم سلام ویژه‌ای عرض کنیم. بازیکن‌های تیم پرسپولیس توپ رو می‌گیرند. آقا زمانی بود که توپ رو بایی کرد. نوروزی، دوباره آقا زمانی. می‌تونن مشتبه زارعی رو ببینن. نوروزی خوب داره کار می‌کنه. مازیار زارع پشت منطقه جریمه توپ رو در اختیار داره. تییاگو انتقال بازی به سمت چپ میدان. نور محمدی پاس اشتباه او، بازیکن سابق راهن توپو تحویل گودرزی داد. پاس عمقی عالی از گودرزی اما با او به توپ نمیرسه. داداشوند توپو در اختیار میگیره. دقیقی نمیرسه به گودرزی این پاس و در اختیار مازیار زاره قرار میگیره. تییاگو خب نوید که گل دوم رو هم برای نفت زده و اونا دو بر صفر از استیراز این جلو هستن. یه بار دیگه موقعیت برای بازیکن شهرداری و خروج رحمان احمدی.
بنابراین باید یه شکست دیگه برای استیلازین به سب برسونیم. ساعت نف 2-0 از استیلازین جلو است. دقیقه 90 اون بازی هم هست. در حالی که علی پروین هم رو نیمکت نیست و از سکوها کار رو دنبال میکنه. بادامکی همچنان موفق پاس به بیرون این بازیکن و موقعیتی که مشتبه زارعی از دست میده. باز سراسیمگی توپ تحویل بازیکنهای شهرداری تبریز داد. کارلوس ادواردو گودرزی، کارلوس ادواردو یه پاس خوب دقیقی، فرصت برای دقیقی، ضربه رو میزنه و عکس العمل مناسب از رحمان احمدی. فقط یه مدافع در مقابلش بود و ضربه رو هم زد سعید دقیقی. ببینید اینجوری ضربه رو زد که رحمان احمدی برگشت داد. این طرف نوروزی حرکت کرده، موقعیت داره، بازیکن پرسپولیس هست. خود نوروزی پاس زیبای او، فرصت و توپی که بیرون زده میشه. موقعیت مناسبی بود که پرسپولیسی ها از دست میدن. کار زیبای نوروزی، ضربه بادامکی که به بیرون میره. ضربه دروازه رو هیمان میباید بزنه. موقعیت خطرناک 3-1. نوروزی با وجود اینکه محمد نوری و غلامرضا رضایی دو تن از بهترین های پرسپولیس نیستن، اما پرسپولیس بد کار نکرده. یک بار دیگه فرصت، زارعی و توپی که از خط رد میشه. ضربه کورنر برای تیم پرسپولیس. این حرکت مشتبه زارعی کورنر رو به هر شکلی هست میگیره. ضربه کورنر زده میشه، موقعیت و عبور توپ از محوطه جریمه. در نهایت صنعت نفت 2-0 استیلازین رو برد. با مربیگری غلام حسین پیروانی. برخلاف نفت تهران که بازیشون امروز به سپاهان باخت، صنعت نفت آبادان بازیش رو 2-0 برد از استیلازین. و اینم سومین و آخرین بازی امروز رقابت لیگ برتره. ارسال بلند توپ به پشت محوطه جریمه، فرار زیبای دقیقی اما نمیتونه به سمت دروازه بره. یرکت ارزی، پیرزاده انفرادی کار کرده توپشو گرفتن. بادامکی حالا موقعیت برای زاره، پاس قشنگ، آفساید هم در کار نیست. فشنگچی پاس رو به جلس، فشنگچی و توپی که بیرون میره. حتی میتونست شوت بزنه فشنگچی اما ترجیح داد که پاس بده. پرسپولیس صاحب یک ضربه کورنر دیگه میشه. اعتراض آقای درخشان به کمک داور مسابقه، کمک داور اول مسابقه مرتضی کریمی. آقای درخشان از منطقه فنی خارج شده و داره اعتراض میکنه. بین سال 56 تا 66 حمید درخشان بازیکن پرسپولیس بود، خیلی هم خوب بازی میکرد. این بازیکنی که از واقعا یکی از بهترین بازیکن تاریخ باشگاه پرسپولیس بوده. در تیم های اسد قطر و اسی قطر هم بازی کرده همه درخشان. خب یه مقدار نیمکت رو آروم میکنن تا شرایط برای ادامه بازی مهیا بشه. ضربه کورنر رو فشنگچی از سمت راست بروی دروازه میفرسته، فرصت روی تیر اول، چون از کنار دروازه بیرون میره. نوروزی روی توپ اثر گذاشت. 5 دقیقه یا بهتر بگیم 6 دقیقه تا پایان نیمه اول فرصت باقی مونده و نتیجه بدون گل مساوی است. ضربه بلند از حمامی، اون طرف سپر ایدری ضربه رو میزنه. ادواردو میاره به سمت چپ میدان برای استفاده پیرزاده. یه بار دیگه داداشوند دقیقی میکاره اما نه چندان دقیق. با او دوباره برای دقیقی تحت فشار قرار میگیره و آقا زمانیه که میاد پوشش میده. خود آقا زمانی
مازیار زاره. آقا زمانی بلند، انصاریان از راه میرسه و روی توپ اثر میگذاره، ضربه بعدی رو هم خودش میزنه. در تیمای بانک ملی و فجر سپاه هم بازی کرده، بعد از پرسپولیس هم در سایپای مدت بازی کرد، در استقلال هم بازی کرد، در استیلازین استقلال اهواز و گسترش فولاد هم بازی کرده. دو قهرمانی لیگ آزادگان در کارنامه‌اش ثبت شده، یه دونم لیگ برتر، یه دونم حذفی و پرسپولیس به دست آورده. گودرزی فرار سریع این بازیکن از سمت راست. ایران پوریان و پاسای بی‌دقت بازیکن شهرداری که پرتاب رو برای پرسپولیس به دنبال داره. آقای قهرمانی مدت زیادی که داره قضاوت میکنه اما 36 سالش بیشتر نیست. داور مشهدی فوتبال کشورمون، کارشناس تربیت بدنی هم هست و از سال 68 داره قضاوت میکنه و از اولین دوره لیگ برتر هم بوده در لیگ برتر کشورمون. آقای قهرمانی در این فصل 15 بار سوت زده قبل از این مسابقه، 43 تا کارت زرد داده، 5 تا کارت قرمز. پرتاب از سمت راست، ایران پوریان، یک ضربه کورنر حالا برای شهرداری به دست میاد. آقای ابوالفضلی نقطه کورنر رو نشون داد. ببینیم سرزنای شهرداری تبریز برای اولین ضربه کورنرشون میان جلو یا نه. در حالی که پرسپولیس 7 بار ضربه کورنر زده. باز هم در نمای تماشایی محوطه جریمه رو ببینیم. خدمتتون عرض کنم که برای اولین باره که در یک مسابقه فوتبال در کشورمون این اتفاق داره میفته و دیگه دائمی هم خواهد بود در ورزشگاه آزادی. محمد رضا طهماسبی هافبک 34 ساله شهرداری تبریز ضربه رو خواهد زد. طهماسبی بلند به تیر اول، یاران پرسپولیس توپ رو بر میگردونند. پرتاب برای یاران شهرداریه، ایران پوریان توپ رو پرتاب میکنه، بازیکن سابق تیم مقاومت سپاسی. فرصت برای بازیکن شهرداری اما آفساید اعلام شد. طهماسبی در آفساید بود. به جز پیکان در زوباهن و سایپا هم بازی کرده اما خب دائما بین پیکان و تیمای دیگه در حال رفت و آمد بوده. رحمان احمدی زننده این ضربه است، بلند میفرسته. در اون سمت مارسیو زیر توپ میزنه، سپر ایدری ضربه سر میزنه. گودرزی مکس میده، ایران پوریان اضافه میشه از سمت راست. شکوری تکل بلند و در مسافه دو بازیکن شماره 18 یه پرتاب برای شهرداری شکل میگیره. ایران پوریان، دوباره گودرزی اشتباه میکنه. انصاریان مسیر حرکت بازیکن پرسپولیس رو میبنده. اونجا نوروزی مصدوم شده و به همین خاطر ادواردو توپ بیرون میزنه تا به وضعیت بازیکن آسیب دیده رسیدگی بشه. هادی نوروزی روی زمین افتاده و وضعیت جالبی رو نداره. اگر اون مصدوم بشه کار پرسپولیس برای حمله این مقدار سخت خواهد شد. آقای زرینه به وضعیت او رسیدگی میکنه. این لحظه ای که نوروزی دوچاره مشکل میشه. شهرداری تبریز هم در بازی های اخیرش خوب نتیجه نگرفته. اون هفته پیش بابونی خوب بازی کردن، مقابل سپاهان 2-1 باختند، قبلش هم مقابل پیکان 1-0 باختند و در بازی دو هفته قبلشون، در بازی سه هفته قبلشون هم مغلوب سبا شدند باز به 1-0. آخرین باری که امتیاز گرفتن بازی مقابل صنعت نفت بود که 1-1 کردند. آخرین برد شهرداری هم برمیگره به هفته 21، 5 هفته قبل که 2-1 مصر رو بردن که اون موقع دوچار افت شده بود. در ورزشگاه آزادی هم که 20 آذر اومدن اینجا و در مقابل استقلال 0-0 رو گرفتن، الان هم 0-0 رو تا مقابل پرسپولیس تا به اینجا حفظ کردند.
این رو هم خدمتتون عرض بکنم که شهرداری تبریز فقط یه برد خارج از خونه داشته که به هفته دهم برمیگرده، مقابل سایپا خارج از خونه 1-0 بردند. خب 3 دقیقه وقت تلف شده اعلام میشه، همامی باید بازی رو آغاز کنه. برای نیمه اول 3 دقیقه زمان تلف شده منظور شد. مسعود همامی ضربه رو بلند میزنه. انصاریان دوباره در میانه میدان با او، به زیبایی توپ به گودرزی میرسونه. گودرزی پاس به عقب بی جهت میده، در که بازیکناشون رو به جلو حرکت کرده بودند. انصاریان پاس بلند برای دقیقه بین دو سه تا مدافع گیر میکنه و احمدی که از راه میرسه و توپ رو میگیره. خود رحمان احمدی در این فصل در 11 مسابقه او بازی کرده در رقابت‌های لیگ برتر و 11 بارم دروازه‌اش باز شده، در حالی که حقیقی 14 بازی کرده و کلاً 20 گل خورده. یه پاس بلند دیگه از ادواردو، دقیقی در منطقه جریمه، بازم توپو گم میکنه. یه پاس آروم، فرصت برای گودرزی که یکی از بدترین بازیکنهای زمین بوده. بازیکنه پرسپولیس توپو میگیرند. فشنگچی به شکوری، وقت تلف شده داره پایان میرسه. شکوری پاس کوتاه مازیار زاره به مجتبی زارعی، دوباره به مازیار زاره، پاس خوب به چپ. بازی از کنار دروازه شهرداری باید شروع بشه، شکوری میتونست بهتر از اینها استفاده بکنه. دیگه کم کم باید منتظر سوت پایان نیمه نخست باشیم. بعد از 0-0 که روز گذشته در ورزشگاه آزادی شکل گرفت، دوست نداریم که این بازی هم بدون گل مساوی تموم بشه. امیدوارم بازی زیبا پرگل رو در نیمه دوم شاهد باشیم. پرتاب برای بازیکن شهرداری، شهرداری تبریزی که تیم دوم شهر تبریز محسوب میشه بعد تراکتور سازی تبریز که بسیار پر هوا داره. البته شهرداری هم طرفدارای زیادی داره. به تازگی گسترش فولادم نوعی برای خودش دست و پا کرده. در رقابت‌های دستی اول این تیم مشغول فعالیته. ضربه بلند به وسیله همامی و بالاخره سوت پایان نیمه اول به صدا در میاد وسیله آقای قهرمانی و حساب کار 0-0 مساویه. نگاه کوتاه به آمار بازی میاندازیم.